وقتی عصبانی میشی گناه نکن. عزیزان اجازه بدید تا اول آیه بسیار آموزنده ای را در کلام خدا در افسسیان فصل 4 آیه 26 را با هم مرور کنیم. این آیه می فرماید اگر عصبانی شدید اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند. پیش از آن که خورشید غروب کند خشم را از خود دور کنید. آمین. دوست خوب من، باز در ارتباط با موضوع وقتی عصبانی میشی گناه نکن، کلام خدا در کتاب امثال فصل 14 آیه 29 به ما درس مهمی یاد میده. این آیه میفرماید کسی که صبر و تحمل دارد شخص بسیار عاقلی است، اما از آدم تند خو حماقت سر میزند. آمین. همچنین عزیزان در کلام خدا در کتاب یعقوب فصل 1 آیات 19 تا 20 هم ما نکات مهم دیگری را در ارتباط با عصبانیت یاد می‌گیریم. در این قسمت از کلام خدا می‌خوانیم برادران عزیز به این نکته توجه کنید، بیشتر گوش بدهید، کمتر سخن بگویید و زود خشمگین نشوید. زیرا خشم نمی گذارد آنطور که خدا می خواهد خوب و درست کار باشیم. آمین. عزیزان هیچی مثل عصبانیت بیجا و کنترل نشده موجب ضربه زدن به روابط اجتماعی ما نمی شه. اگه شما انسان کم تحملی هستید که در مراوده های روزانه خودتون با دیگران یا روبرویی با بالا و پایین های زندگی زود جوش میارید و عصبانی میشید، باید بدونید کلام خدا در مورد این خصلت اخلاقی بسیار ناپسند و مخرب به ما چه تعالیمی میده؟ دوست خوب من، با توجه به آنچه که کتاب مقدس در مورد زود جوش آوردن یا زود عصبانی شدن به ما یاد میده، دو نکته را خیلی واضح و روشن متوجه میشیم. نکته اول اینه که کسانی که زود خشمگین میشند احمقند. در کلام خدا در کتاب جامعه فصل 7 آیه 9 می‌خوانیم که بر خشم خود چیره شو، زیرا کسانی که زود خشمگین می‌شوند احمقند. عزیزان دومین نکته‌ای که کتاب مقدس در مورد انسان‌های کم تحمل و عصبانی مزاج به ما یاد می‌ده اینه که انسان‌های کم تحمل و عصبانی مزاج معمولاً انسان‌هایی هستند ضعیف، متزلزل در شخصیت و ناپایدار. باز در کتاب مقدس در امثال فصل 16 آیه 32 می‌خوانیم که صبر از قدرت بهتر است و کسی که بر خود مسلط باشد از شخصی که شهری را تسخیر نماید برتر است. عزیزان دوستی می گفت عصبانیت کنترل نشده ما مثل اینه که ما سنگی را بندازیم توی یک خون زنبور. دوست خوب من، با توجه به درس هایی که امروز از کتاب مقدس در مورد عصبانیت کنترل نشده یاد گرفتیم، اجازه بدید از شما چند سوال بپرسم. 1. آیا شما خودتون را انسانی کم تحمل و عصبانی مزاج می دونید؟ 2. آیا شما فروتنانه پذیرفته اید که به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح تحمل کافی برای پذیرش دیگران را ندارید و از مردم زود عصبانی می شید؟ 3. آیا شما فروتنانه پذیرفته اید که کم تحملی، تندخویی و عصبی مزاج بودن شما مانع شده تا دیگران نتونن ایمان شما به عیسی مسیح را ببینند، او را بشناسند و به او ایمان بیاورند؟ 4. آیا کم تحملی و عصبانیت تند و کنترل نشده شما نسبت به عقاید، گفتار و اعمال دیگران موجب به هم پاشیدگی روابط بیشماری بوده؟ 5.
در همین لحظه چطور؟ آیا شما در همین لحظه از عقاید، گفتار و اعمال دیگران که بنا به هر دلیل با خواست شما متفاوت هستند در عصبانیت به سر میبرید؟ دوست خوب من، اگه این طوره، هرچه سریعتر این ضعف خانمانسوز و خطرناک را به خداوند اعتراف کنید. اجازه ندید تا کم تحملی و عصبانیت کنترل نشده در وجود شما آرامش، خوشی و برکت برخورداری از رابطه های گرم و دوست داشتنی با دیگران را از شما بدزده. اجازه ندید تا کم تحملی و عصبانیت کنترل نشده در شما مانع شناخت دیگران از عیسی مسیح و ایمان آوردن به او باشه. دوست من، اجازه ندید تا بیشتر از این شیطان از این ضعف شما سوء استفاده کنه. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرمایید. اگه امروز بنا به هر دلیلی عصبانی شدید، از خودتون بپرسید چه کم بود و نیاز امروز من برآورده نشده. سپس اون نیاز برآورده نشده ای را که به ذهنتون میاد به خداوند بدید. دوست من، درصد بسیار بالایی از عصبانیت‌های بیدلیل موجود در ما به خاطر دست نیافتن به خواسته‌های ما هستند. از شما دعوت می‌کنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او گفتگو کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم زیرا که به خاطر ایمانم به عیسی مسیح حال من میتوانم با تو مستقیما صحبت کنم و تو نیز به من گوش میدهی. پدر جان، از تو سپاسگزارم که مرا دوست داری و مشتاقی تا در رفع عصبانیت کنترل نشده در من به من کمک کنی. پدر جان، اگرچه تو خود خوب می‌دانی، اما من اعتراف می‌کنم که در طول عمرم کم تحملی و عصبانیت‌های تند و کنترل نشده بیشماری از خود نشان داده‌ام. پدر جان، کم تحملی و عصبانیت‌های بیجای من در گذشته موجب رنجش و آزار بسیاری بوده‌اند. پدر جان، مرا به خاطر به وجود آوردن رنجش ها و آزارها برای دیگران در نام عیسی مسیح ببخش. پدر جان، من خود نیز به خاطر کم تحملی و عصبانیت های کنترل نشده ام در گذشته بسیار رنج برده و عذاب کشیده ام. از تو درخواست می کنم تا مرا از تمامی اثرات مخرب جسمی، روحی و روانی تمامی عصبانیت های بی جای گذشته ام کاملا شفا دهی. پدر جان، به من کمک کن تا چنانچه عصبانی شدم گناهی از من سر نزند. به من کمک کن تا همیشه بنا به خواسته تو خشم را از خودم دور کنم. به من کمک کن تا انسان صبور و پرتحملی باشم. به من کمک کن تا کم تحمل و تندخو نباشم و حماقت از من سر نزند. به من کمک کن تا بیشتر گوش بدهم، کمتر سخن بگویم و زود خشمگین نشوم. به من کمک کن تا انسان خوب و درستکاری برای جلال نام تو باشم. خداوند، من تمامی جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. از وجود من برای جلال نام خودت در اراده خاص الهیت استفاده کن. خداوند، تمامی این درخواست هایم را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم. آمین.